میدونیم که این لیگ یه لیگی هستش که مخصوصا امسال با توجه به بودن بازی جام ملت‌ها، تاریخ های فیفا دی، بازی های تیم ملی امید، شاید یه مقدار بعضی مواقع پرفشارتر، بعضی مواقع با فاصله برگزار بشه، یه لیگ فرسایشی خواهد بود. ولی به هر حال ما تمام تمرکز من و بازیکنانمون روی این بازی هستش و هر بازی فکر میکنیم، بازی به بازی جلو میریم و تمام تلاشمون رو میکنیم اینکه هر بازی بهترین عمل کرد و تمام تلاشمون رو انجام بدیم. واسه همون مهمه، هوادارا کسایی هستن که به ما نیرو و انرژی میدن، ولی متاسفانه الان به ضرر ما هستش نبوده هوادارامون و به نفع تیمای رقیب. امیدوارم که این اتفاق بیفته که ما بتونیم زودتر با هوادارامون بازی کنیم که جای خالیشون حس میشه. با مدیریت جدید صحبت کردیم ولی فقط یه بازیکن، دو تا بازیکن سری وارد ایران شد که اونا مورد تایید من نبودن. یکیش بازیکن عراقی بود که به خاطر شرایط سقف بودجه جدا شد از تیممون و یکی هم بازیکنی بود که مورد تایید من نبود. غیر از اونم هیچ بازیکنی نیومده. ما با روبرتو تورس صحبت کرده بودیم هولوش یک ماه و این خبر رو بدم که روبرتو تورس هم به یکی از تیمای ایرانی پیوسته، قرارداد می‌بنده امروز و فردا، تموم شدش کارش و اونم از دست دادیم. یکی همین بازیکن مصری هستش که همه میدونن و نمیدونم چه اتفاقی میفته نمیفته، چون من خودم وارد این بازی ورود پیدا نکردم تو اومدن بازیکن. و به هر حال کسی که میخواد جذب بشه باشگاه داره صحبت میکنه. یه بازیکن آرژانتینی هستش که تو اسپانیا بازی میکنه که من بعد از دو هفته دیشب خودم سعی کردم با ارتباطاتی که دارم بتونم با این بازیکن صحبت کنم و وارد بشیم، ولی اونم شرایطی که ما باش صحبت کردیم و بهشون پیشنهاد، شرایطی که باشگاه خواسته رو من پیشنهاد دادم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. تا اتفاقی نیفته، تا بازیکن اینجا نیاد سر تمرین، بازیکنایی که مورد تایید من هستن نیاد اینجا سر تمرین، قرارداد بسته نشه و تمرین نکنن، من هیچ رو باور نمیکنم. و اینم بگم، من یه دونه بازیکن خارجی نمیگیرم، چون یه دونه بازیکن خارجی ما حداقل دو تا بازیکن میخوایم که بهمون کمک بشه. اگه قرار باشه یه بازیکن بگیریم، چون صحبت کردم نگران می‌داریم، صبر می‌کنیم برای نیم فصل. شما از این تعطیلات استقبال می‌کنید به نفع تیم یا نه؟ برای فرق نداره اصلا، مخصوصا دربی اگه بتره. بدترین موضوع اینه که ما فردا آخرین بازی بوده، پس فردا بازیکن‌های من می‌خوام برن استراحت، نمی‌دونن چند روز بعد استراحت کنن. موضوع دومش اینه که نمی‌دونیم مثلا ما بازیمون کی برگزار میشه، مثلا قراره برگزار بشه، قراره برگزار نشه و نفرات رو باید به صورت رسمی، جلسه‌ای که من با رضا نهتی داشتم، صحبتی که کردیم بودش که با من جلسه‌ای داشته باشن، به صورت رسمی به ما نامه مکتوب بدن تا من موافقت کنم. و اگر اینجوری شرایط باشه که اتفاق افتاده، قطعا ما هم همکاری نمی‌کنیم، چون از اون جلسه‌ای که من گذاشتم چندین روز گذشته ولی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ برنامه‌ای هم به ما نداده و منم بازیکنامو تقدیم نمی‌کنم به جایی که بخواد به من نه، به تیمم و به باشگاه استقلال بخواد ضرر بزنه. من اینجا اولویتم باشگاه استقلاله، برای من تیم ملی و همه چیزم باشگاه استقلاله. فردا که استقلال کردستان، حالا تیم تازه اومده لیگ برتر، امکان داره استقلال ترکیب هجومی وارد زمین بشه با توجه به اون دفاع میکنه؟ ترکیب خیلی هجومی یعنی 11 تا فوروارد بذاریم؟ نه، روی کرد اون اتفاقه نسبت هیچ روی کردی تو فوتبال وجود نداره. ما فقط میریم زحمت بکشیم بازی رو بریم، بعد ما همچین چیزی هم نداریم که بخوریم خیلی کار عجیب غریبی بکنیم. مشخص همه چی، همه ایران الان ترکیب ما رو همه چی رو میدونن، خدا روش اگه ندونن هم خدا روش خبر میره بیرون. هر سالا زحمتش رو کشیده، مطمئن باشید شما هیچ بازی کنید توپ بیفته جلو پاش دوست نداره گل نکنه یا دوست نداره توپ رو لو بده. بهتری عمل کردش رو داشته، اون روز روز از دست دادن موقعیت ها یا توپایی بوده که دستش بوده، وگرنه بازیکن مفیدیه، بهترین عملکرد رو داشته همیشه تو باشگاه استقلال. هر موقع هم بازیگر زحمتش رو کشیده و هیچ ایرادی وجود نداره و من بازیکنم رو با یه بازی نمیسنجم، به خاطر اینکه ارسلان یه مهره کلیدیه واسمون و مهره مهمیه. اگرم نیاز باشه ما نفری بگیریم به عنوان جانشین یا فوروارد بخوایم بگیریم،
به خاطر اینه که بتونیم کیفیت تیممون رو بالا ببریم و نفرات بیشتری داشته باشیم تو پستایی که واقعا حساس و حیاتی هستن. توی بازی قبلی اشتباهات داوری خیلی علیه استقلال بود و سه هفته سپری شده بعضن شاهد بودیم که اشتباهات داوری علیه استقلال انجام میده و البته به نفع بعضی از تیم ها. واسه میدونم نظرتون در این خصوص چیه و اینکه باشگاه استقلال نسبت به این مسئله زیاد اعتراضی انجام نداده؟ ببینید من اینو صادقانه میگم، من به کسی بدهکار نیستم، اساسی هم طلبکار نیستم. من اینجا فقط از حق خودم، بازیکنام و تیمم دفاع میکنم. حالا اون تیم هر جا میخواد باشه، شما خودتون دیدید من توی نساجی که بودم همین شرایطو داشتم، فولاد همینطور، خونه به خونه بابل همینطور. من دفاع میکنم از حق تیمم، هر جا مربیگری کنم این کارو میکنم. سه تا بازی کردیم ما، اشتباهات داوری وجود داشته برای تیم ما و صادقانه میگم، غیر از هفته اول که نظر شخصیمو میگم، آقای موعود بنیادی یکی از داورای خوب ما هستش، ولی دو هفته دیگه داوری ها داوری نبوده که بخواد شرایط دو تا تیمو رعایت کنه. به آقای ناظمی گفتم آقا شما لطف کنید اگر اشتباه کرده بودید از هواداری استقلال فقط عذرخواهی کنید. درسته این کار حرفه‌ای نیستش و همچین چیزی، ولی رئیس کمیته داورا میاد بعد از بازی سریع کمک داور رو محروم بکنن. واسه ما اشتباه بوده، اتفاق افتاد. من اینو صادقانه میگم، بازی تموم شده، همون لحظه یه انتقادی میشه تموم میشه میره و ایدم و نگاه همینه، ولی اینکه همش بر سه هفته بر ما میفته، من که پارسال تو این تیم نبودم، پارسال هم بیشتری ضرر رو استقلال کرده. همه تیما بیانیه میدن وسط بازی، قبل بازی، بعد بازی، حالا یکی محترمانه یکی تونتر. ما میگیم فدراسیون، میگن آقا ما با فدراسیون کار داریم. میگیم کمیته داوران، آقا کمیته داوران. آقا میگیم فلان باشگاه کار غیر قانونی کرده، نه آقا ما با اینا. منافع استقلال چی به؟ اینجا هممون اینجاییم واسه منافع استقلال. من حتی واسه منافع استقلال با برادرام، با پدرم که استقلالی شوخی ندارم، تعارفم ندارم، ولی اینجا یه سری به خاطر ارتباطات و صحبت‌ها و چیزایی که هستش منافع استقلال معامله میشه براش. توی بخش قبلی صحبتاتون در مورد این اشاره کردین که الان همه در مورد اخبار استقلال و تحکیل استقلال همه چیز رو می‌دونن. حالا یه اشاره‌ای هم خودتون چند هفته پیش کردین. چطور حوزه مدیریتی و کادر فنی و رسانه‌ای باشگاه و تیمی هماهنگی هست؟ چون برنامه فوق‌العاده است، اصلا شما باورتون نمیشه همچه اتفاقاتی رو، اصلا واقعا سابقه نداشته تو فوتبال هم همچه ارتباطی رو دیده باشه. اصلا عالی عالی. شوخی داریم ما غیر از آبادان تو این سه هفته‌ای که بازی کردیم، آبادان واقعا زمین شرایط خوبی داشت. هفته قبل اصفهان، ملوان بازی کردیم، شرایط زمینای هیچ کدوم خوب نبوده. استادیوم آزادی که استادیوم ملی کشورمونه و تیم ملی کشورمون اونجا بازی میکنه، بازیای بزرگی تو تاریخ فوتبالمون اونجا برگزار شده، همیشه سعی کردن کیفیت خوبی داشته باشه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که واقعا کیفیت خوبی نداره. چمنو بلند نگه میدارن که تصاویر تلویزیونی خوب باشه. چاله چوله خیلی زیاد داره و ما خودمونم گله‌مندیم از این موضوع، ولی نمیدونم چرا و چه اتفاقی افتاده که این زمین واقعا شرایط خوبی نداره. یه خبر منتشر شد در مورد تحکیم مربیان اسپانیایی دست همکاران شما به ابراز از واسه بخاطر شرایط مالی که باشگاه بودن، این موضوع صحت داشته یا نه؟ دو بار این مربیایی که به هر حال اومدن اینجا تا حالا اخراج از هتل بیرونشون کردن. دوست نداشته باشید من اینجا بشینم دروغ بگم، امیدوارم کسی این درخواست از من نداشته باشه، ولی دوبار این اتفاق افتاده. از هتل بیرون کردن، در اتاق قفل کردن، بدون وسیله حتی اومدن سر تمرین، ولی این نفراتی که به هر حال مربیایی که کنار ما هستن به خاطر احترام و شرایطی که سالهاست ما با این دوستان داریم، به هر حال سر تمرین هم اومدن میاند و اتفاقاتی افتادش که واقعا من خودم شرمنده شدم، چون من هر باشگاهی که میرم، هر تیمی که میرم، میگم کسایی که خارجی هستن اینا مهمونای ما هستن و اگر تو اسپانیا به من توی
چندی سالی که من اونجا بازی کردم به من بی احترامی میشد و اتفاقی برام میافتادش که باعث ناراحتی میشد. خودم هم همچین توقعی داشتم ولی این دوستان همیشه به من لطف داشتن. مربیمون که الان کنار ما هست میومد جلو هتل دنبال من، منو میبرد میآورد، به خاطر احترام و مهمون نوازیشون بودش و ما باید این کار رو نسبت به تمام خارجی هایی که اینجا هستن انجام بدیم، چون وظیفه‌مونه. ما ایرانی ها هممون معروفیم به اینکه ما مهمون نوازیم. این اتفاقات متاسفانه افتاده هم تو هتل والا اسنمرام، دو تا هتلی که بودن این اتفاق افتاده. ما در حالی که باشگاه قرار تکذیب کرده دیگه نیست در این فرضای مقدار شرایط سخت مواسطون. من که گفتم شرایط خوبه، شما باور نکردی. آقا آدم جوان شما جدا شده سینا سعیدی فر آریا ورزگر، میخواستم ببینم با رضایت شما بوده، با اطلاع شما بوده یا اینکه نه. سینا سعیدی فر رو من تأیید کردم و تأکید کردم که این بازیکن باید بمونه تو تیم ما. هیچ تیمی تو دنیا نیستش که با دو تا گلر تمرین کنه. ما الان گلر سوممون بهزاد غلامپوره. گلر خوبی هم هست، یه ذره ناآماده است فقط. نه، یه ذره ناآماده است. توی دروازه من همیشه برید ببینید، تو اعتقادم اینه که همیشه باید دو تا گلر خوب داشته باشیم. امسال با توجه به تغییر و تحولاتی که صورت گرفت گفتیم دو تا گلر درجه یک داریم خدا رو شکر، ولی وقتی لیست 19 تا شد مجبور شدیم بزرگسالو علیرضا رضایی رو ما از لیست بذاریم کنار، یه گلر زیر 23 سال خوب به نام خالد آبادی رو بگیریم که واقعا آینده درخشانی تو فوتبال ایران داره و اومد کنار تیم. و من تأکید کردم که ما سینا سعیدی فر رو میخوایمش. یه روز دیدیم بازیکن و رضایت شد، فسخش رو دادن و گفتن آقا خداحافظ. گفتن آقا باید جا به جا میکنه. گفتم آقا لیست رو شما میتونید جا به جا کنید، نمیتونید فسخ بازیکن رو بدید دستش بدون اجازه من بره. بدون اجازه من رفته به من اعلام کردن که بازیکن بگیر، دروازه‌بان بگیر. گفتم آقا شما لطفاً یه بازیکن، یه گلر زیر 23 ساله خوب در حد سینا سعیدی فر واسه من بگیرید، من از شما تشکر و قدردانی هم میکنم. بعدش گفتن نه بازیکن بخریم. گفتم آقا ما که پول نداریم چجوری بازیکن بخریم، ما که همه چیمون گرفتار پولمونه ولی نداریم. و این اتفاق افتاد، سینا سعیدی فر جدا شد، ولی به من گفتن که بازیکن میتونی بخری و من دنبال این هستم یه بازیکن زیر 23 ساله ها بگیریم. شما تو دروازه ببینید، ما فردا بازی میکنیم، پس فردا میخوایم ریکاوری کنیم. خب گلر اصلیمون که ریکاوری میکنه، گلر ذخیره هم یه دونه داریم، چیکار باید بکنیم؟ حالا جوانان یا امیدمون گلر میتونن بیان، ولی اگر بازی داشته باشن چیکار باید بکنیم؟ آریا ورزگر هم به ما قرارداد داره با تیم ما و قرارداد بسته، ولی خود دوستان اعلام کردن که آقا این غیر قانونی رفته. ما گفتیم بعد از 24 ساعت بازیکن باید برگرده، اگر نه بیانیه میدیم، نمیدونم شکایت میکنیم. روز بازی کارت بازی صادر شد، بعد گفتیم آقا کارت بازی صادر شده، بازی نه نمیتونه، اجازه نداره، میگیریمش بازیکن برمیگرده. بعد یه سری صحبت ها شدش که درآمد در آورده باشگاه استالا، خدا شما لنگ 1 میلیارد بودیم، 1 میلیارد رو در آوردیم، مشکلات همه حل شد. و همه اینا برای اینه که نکونام از استقلال بره. از روز اول بنابر این بوده که نکونام از استقلال بره، ولی من از استقلال نمیرم. مدیر جدید استقلال میکنی؟ من از استقلال نمیرم به خاطر هوادارامون، به خاطر لطفی که از روز اول به من داشتن. من 11 تا بازیکنم داشته باشم کافیه واسم. همین که این تیم رو ما الان ساختیم با تمام این کارشکنی ها، با تمام این اتفاقاتی که علیه من انجام دادن، ما این تیم رو ساختیم که باعث خوشحالی هوادارامونه، همین برای من کافیه. من واسه هیچ کسی کاری نمیکنم، توقع هم ندارم کسی واسه من کار انجام بده، ولی برای تیمم همه باید مثل خودم زحمت بکشن، همه هم باید کنار هم دیگه خوشحال و ناراحت بشیم. ببینید من از آرمان رمضانی تشکر میکنم، یه روز عضله پاش ضربه خورده بود نمیتونست راه بره، ولی چون ما بازیکن نداشتیم خواهش کردیم، گفتیم بیا تمرین کن، با پای مصدوم اومد واسه ما تمرین کرد. همین واسه من کافیه. همین این تیم بودنمون نشون میده که ما کارمون رو درست داریم انجام میدیم. امید حامدی فر بازیکن تیم ماه، ولی سر تمرین نمیاد. بعد میگم آقا چرا نمیاد سر تمرین؟ میگن نمیاد. میگم خب نمیاد، من الان باید چیکار کنم؟ ما بازیکنهای خودمون هم نداریم، شرایط همه چی عالی، تیم فوق العاده، میریم ان شاءالله واسه جام جهانی. مدیریت صحبت کردیم،
صحبت می‌کنید که با شما همراه نیست چیکار کنید؟ یعنی چه چیزی باید انجام بشه این وسط که این همسو بشن یا حالا درحال اگه من شما اصلا حواست نیست به کنفرانس به خاطر اینکه من دارم میگم همه چی عالیه. بعد شما اومدی انتقاد میکنی. حواست نیست، حواستون رو جمع کن.